이번에만 에콰도르야 성북한에만 홀카 홀카 강산도한 코르고케도 아카네만 산타로서 시민하네만 에콰도르야 성북한에만 홀카 홀카 강산도한 코르고케도 아카네만 سلام مخصوص بر بینندگان محترم، دوستان، علاقمندان، من تشکر میکنم از حضور شما، تشکر میکنم از شما که از اوقات خود مرحمت میفرمایید و مایه میگذارید و تشریف میارید در این برنامه ضیافت گفتگو که این برنامه مال همه شما هست. ما فقط اینجا یه آب و جارو میکنیم و در و باز میکنیم و شماره تلفن تماس ما هست 202-753-9933 و یه خط بیشتر نداریم. اگر شما دارید ما رو از طریق تلفن میشنوید یا از طریق رسانه ها میشنوید یا از طریق رایانه میشنوید، این دستگاه های کامپیوتر میشنوید، میبینید وقتی کسی داره صحبت میکنه لطف بفرمایید تا صحبت اونها تموم بشه بعد شما تشریف بیارید و این برنامه متعلق به همه شما هست و من امیدوارم در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور به هم رسانده باشید و ما را از اطلاعات، گفتار و بقیه فرمایشاتی که دارید بهره‌مند بفرمایید و بقیه دوستان هم استفاده کنند. ما بارها گفتیم اینجا امکانات ما خیلی کم و محدود هست، ولی با همه این سعی میکنیم بهترین ها رو برای شما تهیه بکنیم و بیاییم در مقابل شما بنشینیم و صحبت بکنیم. و البته خب میگیم محدودیت ما زیاد هست، اطلاعات ما بیشتر از دورور ما جمع میشه و جایی نیستش که ما بریم اطلاعات از اونجا بگیریم، ولی خب توی این منطقه که ما زندگی میکنیم تعداد اتاقهای فکری هستش که دعوت میفرستن و آخرینش رو یکی از این صحبتهایی بودش که عاقبت مردم خاورمیانه چه خواهد شد و از عربستان کسی بود، از ترکیه کسی بود، از ایران. برای اولین بار من تعجب کردم که یک نفرم نه از طرف ایران، از طرف خود همین امریکایی ها، منتها یک ایرانی که در امریکا زندگی میکنه و یکی از استادای دانشگاهی هستش، ایشون هم صحبت کردن و افراد دیگه هم بودن از جهات مختلف صحبت میکردن. و ما امیدواریم که یک روزی برسه که همه بتونیم بدونیم که این دنیا متعلق به همه هست، نه به یک عده مخصوصی. و چون به این مرحله برسیم اون عده مخصوص فقط چند تا بیشتر نیستن، خوب توجه کنیم، تعداد ما خیلی بیشتره و بنابراین میتونیم با اتکا به اون ایمان و اون باورهایی که داریم بتونیم گلیم خود رو از آب بکشیم و به حریم کسی تجاوز نکنیم. به اندازه کافی برای همه هست
و بتونیم دنیای بهتری بسازیم و در این دنیای بهتر مزه اون زندگی رو بچشیم. اونهایی که به خاطر دارن 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش، مردم وقتی که دور هم جمع می شدن یه صفا و یک صمیمیت به خصوصی رو حس می کردن، چه فامیل باشن، چه اهل محله باشن، چه دوستان و آشنایان باشن. همه اینا دیگه رفته، همه چیز رنگ باخته. برای این که ما داریم می بینیم که همه دارن می دوئن، میگیم نکنه خبری هست، ما هم شروع کردیم به دویدن، غافل از این که با این دویدن خود داریم چرخی رو می چرخونیم که منفعتی برای ما نداره، منفعت رو فقط برای صاحب چرخ داره. و یک کاری که به خودمون میاییم میبینیم نه خیلی دیگه، عمری گذشته و شکم درد و سردرد و پادرد و همه چیز درد گرفتیم، عمرمون هم رفته و جز از افسردگی و چیزهای منفی ما رو، تمام روح و نفس ما رو در بر گرفته و یک حالت خیلی ناامیدی و ناراحتی دست به دست هم میمالیم و میگیم ای چه کار کنم، چه کار کنم، چه کار کنم. البته این به هیچ وجه لازم نیست. هر یکی از شما یک نمایندهی هستید که برای خودتون استقلال دارید، برای خودتون خواستایی دارید، برای خودتون کارهایی از دستتون برمیاد که مفید برای جامعه میتونه باشه. پس بنابراین به هیچ وجه، به هیچ وجه به خودتون ناراحتی و اون یأس و ناامیدی رو راه ندید. بله، ما از این آقای روحانی از یه چیزی دوست داریم که میگفت تدبیر و یه چیز دیگه هست، تدبیر و امید. بله، ولی خب تدبیر و امید رو وقتی یه کسی میگه بخون پشتبندش هم باید بیاد، ولی ما امید به خود داریم، ما امید به اون امکانات خودمون داریم. دو تا دست داریم، دو تا پا داریم، ما امید به این داریم که صبح بتونیم راه بیفتیم بریم یه کاری انجام بدیم، مفید قرار بگیریم، دست کسی رو بگیریم، از این ور خیابون به اون ور خیابون ببریم. یه عده شوخی میکردن میگفتن به زور یکی رو دستشو گرفته از این ور خیابون ببرن اون ور، اون رفته اون بر شکایت کرده به پلیس که من نمیخواستن این بر بیام، اونی که آوردنیم کلی مؤاخذه شده. این هستش که بدونید رفتار شما، کردار شما، حرف شما، افکارتون، همه چیزتون برای اونی که خلقتون کرده روشنه. یعنی حتی تو دلتون یه فکری بیاد روشنه برای اون خالق که همه رو خلق کرده. و این هستش که ضمیر خداگاه یا ناخداگاه میگفتیم اینجا، البته این بهش میگن consciousness، این یک چیزی هستش که در همه هست، در همه ما یک سیستمی هستش که به مجرد یک کاری انجام بدیم که در طرف راستای حق باشه احساس خوب میکنیم، یک کاری بکنیم در راستای ناحق باشه همون موقع احساس چیزی اینطوری میشیم که آی داده بیداری چه کاری بود کردیم. و در تمام 24 ساعت خیلی از این اوقات پیش میاد که در یک حالتی قرار میگیری که یکی مثلا قول داده به شما بیاد یه چیزی برای شما درست بکنه و به شما گفته مثلا $1 من مزد میگیرم، شما گفتی خیلی خوب تشریف بیارید، اومده نه چکش داره، نه اره داره، نه میخ داره، نه سیخ داره، هیچی هیچی نداره و میگه خب من اومدم اینو بسازم. میگه خب با چی اومدی؟ میگه خب من ابزار ندارم، برو بخر. میری ابزار میخری، میری اینو میخری، میری اونو میخری، میاری میذاری، این یک چهارم به کار انجام میده، میگه دیگه وقت ندارم، پولمو بده برم. خب شما اون وقت اینجا هست سر مرحله اون آزمایش قرار میگیری که آقا شما قرار بود این کار رو انجام بدی، منم قرار بود یه بخشی به شما بدم، اومدی از صبح تا عصر وایستادی، حالا چطور کار کردی چطور کار نکردی دیگه به وجدان خودت مربوط میشه، به من مربوط نمیشه. آخر سرم میگی اینقدر به من بده، حالا من چی کار باید بکنم؟ خب من اینجا تکلیفم چیه که بگم نه گفته بودی که اینطور انجام میدی، چون ندادی من پولتو نمیدم. اینجا هستش که تو تله میفتید، اینجا هستید که سرازیری میدید. بهترین کار، بهترین کار، البته ما کارامون تو ساختمان این حرفا هست، خیلی تعدادی هستن که امکانا احتیاجاتی دارن
امکاناً زبان بلد نیستن، امکاناً کاری بلد نیستن، خب ولی خب نوری برای خانواده بعد ببرن، ما هرچی نداریم. ولی بعضی وقتا ما هم اشتباه میکنیم. مثلا این شخصی که اومد گفت آقا من این صندوق رو برات میسازم یه روزه، بعد شما میتونید بیایید مثلا در چیز ما، در اون اجتماع ما هیچ یادم نمیره، معمولا یه چیزی رو طی میکردن. خب مثلا یکی میگفت آقا من این چیز رو از اینجا برمیدارم میذارم اینجا، شما به من اینقدر طول بدید. و شما میگفتی خیلی خوب، شما این بردار ببر بذار اونجا و من این پول به شما میدم. ولی شروع میکرد این کار رو انجام دادن، هی میگو وای چقدر زیاده، وای چقدر سخته، وسط کار وای میسن. بعدم شما محدودیت زمانی دارید دیگه، این باید از اینجایی که بوده به اونجا برسه، دست پاچه میشدید. چی به این بگم آخه من؟ شما میدونی قیمت چنده، چقدر باید بدید. بعدم از دلتون نمیاد که خب اینم بنده خدا هم این بالاخره اینم گرفتاره، چیکار کنم اینجا، ما چیکار باید بکنیم، اون چیکار کنم میشه، چیکار کنم که به این اچاف نشه، که به اون یکی اچاف نشه، به این خبری نشه، به اون خبری نشه. بعد شما میتونید یه راه دیگر هم انتخاب بکنید، بگید خیلی خوب این که به من کج رفتاری کرد، من هم به دوتای دیگه هم کج رفتاری میکنم که تلافی یکی در بیاد، او یکی دوتا هم به چهارتای دیگه کج رفتاری میکنن که تلافی یکی در بیاد. پس میشه چی؟ پس میشه دست شما در دست شیطان. ولی اگر مقاومت کنید و با فکر صحیح، با رفتار صحیح، من اینا رو دیدم، به چشم خود دیدم، من بچه بازارم، در سرای شکردی تجارت خالی داشتیم ما، جنس از خارج می اومد، جنس می اومد، مردم می اومدن می خریدن، بعد می بردن، بعد اونجا یه عده‌ای بودن که زحمت خیلی زیادی می کشیدن، یه کوله پشتی هایی داشتن و وقتی روی این کوله پشتی ها باری چیزی می گذاشتن، می بردن یه جا می رسوندن و اون چیزی که تهی کردن باید پول می گرفتن. بعضی وقتا بین این افراد، اونایی که زیاد حرفه‌ای نبودن، می گو خب منم می تونم اینو ببرم، آه یه صندوق می دارم پول من، کل پشتی هم مخصوص هم بود، میذاشتن پشتشون و یک لغت خیلی خیلی نامناسب مصرف میکردن، به اینا میگفتن حمال، و حالی که این زحمت کشی بود که با شرافت کار میکرد، با اون قدرتی هم بله 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 دوست عزیز من دارن ما رو تصحیح میکنن که بله هم مال یعنی اون کسی که کالایی رو رو پشتش هم میکنه، البته در اون زمان رو پشتش هم میکنه. بعد بعضیا یک چیز منفی به این میدادن، یه تابش منفی به این میدادن و به این شخص میگفتن هم مال، یا از کسی که خوششون نمیومد بهش میگفتن هم مال. و این خیلی خیلی بد بود، این شخص با شرفش داره کار میکنه و هزار یک جورم داستان درست میکردن به اینها که اینو بکنم. ولی به هر حال الحمدلله رب العالمین، بدونید بدونید که هر یک از ما مسئول اون حرفی هست که داریم میزنیم، مسئول اون کاری هست که داریم میکنیم، و در آخر کار وجدان شما اگه راحت باشه، پس به نظر میرسه که اقلن سعی کردید درست رفتار کنید. ولی اگر وجدان شما ناراحته، اینو با قرص و چیز کنید، با مواد فلان درست کنید، با این یکی درست کنید، پیش این برید، پیش اون برید، یعنی صد بار از اون چیزی که به دست آوردید بعد پس بدید. و این زندگی نامانوسی هست و این زندگی نیستش که انسان بخواد توش باشه. و نیاکان ما چهار لغت، چهار جمله خیلی قشنگ گفتن: کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک. اینا پایه و اساس زندگی خوب و پاکه. و به هر حال ما امیدواریم که امروز شما در همونطور که عرض کردیم در آغوش گرم خانواده خودتون تشریف آورده باشید، و صحبت زیاد داریم با حوادثی که در اروپا افتاده
در حوادثی که هفته پیش تو امریکا افتاده بود، راجع به این مثل که هفته پیش صحبت کردیم که در یکی از ایالت‌های اینجا به نام منسوتا یه عده‌ای رو از سومالی و سودان آوردن. خب اونم که خب میدونید سومالی و سودان در یک محل چی میگفتیم در منطقه حاره هستن، منطقه حاره یعنی جایی که گرم سیره و منسوتا زمستون 6 ماه طول میکشه، یعنی از آخر تابستون زمستون تا آخر بهار. و این بنده های خدا رو آوردن از اونجا، آوردن اینجا. حالا چرا آوردن چرا نیاوردن که به من مربوط نمیشه، ولی همقدر بگم که وقتی کسی شما رو بی خانمان میکنه حتی فکر نمیکنه که بابا اگه این داره توی منطقه حاره داره زندگی میکنه، بلکه ما میتونیم اینو در یه منطقه گرمتر مثل اریزونا، تکساس، میسیسیپی، آلاباما، فلوریدا، از اون ور برید تا کالیفرنیا، از این ور بیایید تا برید جورجیا و نورث کارولینا، ساوث کارولینا، مثلا اینجا اینقدر جا هست، چرا بردیدشون تو منسوتا؟ آخه این هم آخه میشه کار، ولی خب کردن. بعد این افرادم که بالاخره چیز نیستن، آدم های تنبلی نیستن، کارکن هستن، فلان کردن، کمترین کاری که از دستشون برمیاد سریع تو خونهشون علامت میزنن که ما از طفلان شما نگهداری میکنیم، $100 هفته ای برای هر بچه بدن، 5 تا نگاه میشه $500 هفته ای، برای یه ماه میشه $2000. این پول خیلی خیلی زیاده برای یکی از در سومالی یا در سودان که مثلا $100 آخر ماه در میاره، حالا $2000 در میاره، چرخو میچرخون. بعد اینا اینقدر پول داشتن که دستشون رفتن یه رستوران مثلا یه غذای چیزی بخورن. بعد بنده های خدا نشسته بودن اونجا با هم به زبان محلی خودشون صحبت میکردن، یکی بلند شده از اون بر یه خانومی پریده این بر که برید گمشین خونه هاتون، اینجا آمریکاست، باید انگلیسی حرف بزنید، نه فلان کنید، چه حق دارید با این اینطوری دارید حرف میزنید، فلان 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 فلان. حالا اگر یک همچین رفتاری با افرادی که از جنوب اومده باشن، از آمریکای لاتین اومده باشن یا از مکزیکو آمده باشن یا از آمریکای میانی آمده باشن، چنان قشقرهی به پا میشد، چنان بگو بگوهایی میشد، چنان رسانه ها میرسیدن شکم همدیگه رو پاره میکردن که قانون دوستداری بشر چی شد، بس این حق بشر چی شد اینجا؟ این بنده های خدا مسلمونن، این بنده های خدا مال سومالی و سودان هستن، این بلا سرشون اومده، هیچ جام صحبتی نشد، مگر اینکه شما برید خودتون از یوتیوب هستم، از این یوتیوب هست، فلان 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 اینا، بشین چیزی در بیارید که ببینید چه خبر داره میشه. و این مایه تاسفه، و اون بالا فلان اون بشه که هفته پیش روز جمعه بوده، کی بوده، در اروپا یه عده ریختن و کارهای انجام دادن که واقعا از چیز بشریت دوره. و بعدم میگن این مال القاعده است، میگه که می نخیر این مال داعشه، میگه نخیر این مال خلیفه است، این مال فلان هست، فلان. در تمام اینها باز میان برگ اسلام، انقدر دارن میگن اسلام اسلام اسلام، بابا اسلام هیچ کدوم اینا نیست، الکی دارید میگید. یکم یه چیزهایی هست در اسلام که خب بالاخره اینو هیچ کس نمیتونه چیز کنه، هاشا کنه، و اون این هستش که الله سبحانه و تعالی میفرمان در قرآن که در نهایت همه شما به طرف من خواهید اومد، و اون اللهی که این حرفو داره میزنه نه مسیحیه، نه مسلمونه، نه یهودیه، نه زردشتیه، نه باهاییه، هیچ کدوم اونا نیست. اون اللهی که همه رو خلق کرده یعنی چی؟ وقتی که شما شروع میکنین با اون اللهی که همه رو خلق کرده مبارزه کنی، خب بالاخره یه دودی خواهد بود اینجا که تو چشم همه خواهد رفت، ما هم جز میشین اینجا هستیم دیگه، تو چشم ما هم خواهد رفت. اون چیزی که ما به فارسی میگفتیم هیزم و با تر و خشک با هم میسوزن، این درسته. حالا در اروپا یه دی رفتن رستوران، یه دی رفتن نمایش، یه دی رفتن یه جاهی، بعد یکوی این اتفاق افتاده و آقای اوباما امروز، من فکر کردم
در چیز در ترکیه، مثل اینکه یک کنفرانس بزرگی هست بین 20 قدرت اقتصادی که جزش ترکیه هست، جزش عربستان هست، جزش فلان هست، جزش بقیه نیست. بعد ایشون صحبت میکردن میگفتن خیلی مشکله که ما بتونیم در مقابل اونی که از جونش گذشته دفاع کنیم. اون میاد چون از جونش گذشته 1000 نفر رو میکشه، خودش هم کشته میشه، ولی دنبالش نمیگه که اون چرا از جونش گذشته. مگه اون جونش برای خودش ارزش نداره؟ اون مگه پدر نداره؟ مگه اون مادر نداره؟ مگه اون پدر چیزی؟ مگه همسر نداره؟ اولاد نداره؟ بابا اینا آدمه. چی شده که این از جون خودش گذشته اومد؟ اونو برید پیدا کنید. اینا به خودشون نمیخوان زحمت بدن، میگن ما مطمئنیم همه اینا رو از بین خواهیم برد و این خلیفه و این حرفام که میذارن اینا حرف پوچه، ما اینو هیچ وقت اجازه نخواهیم داد. یعنی چی؟ یعنی مستقیم دارن با خالقشون وارد جنگ میشن و ما میدونیم در جنگی که شما با خالقتون وارد میشین کی برنده میشه. مایه تاسفه که در این زد و خورد یه عده‌ای که دستشون نه به این ور بنده نه به اون ور بنده قربانی خواهند شد. ولی خب ورق بر میگرده، ورق که برگشت اون وقت ورقی نیست که من برگشته باشم، نه اون برگشت، ورقی که الله سبحانه و تعالی بر میگردونه. و اینجا یه دوستی داریم برای ما یه چیز کوچولویی فرستادن، بذارید ببینم پیدا میکنم اونو من براتون بخونم. نوشتن جهان عزادار شد، اینو اجازه بدیم به فارسی هم فرستادن. خیلی تشکر، نمیدونم اجازه دارم اسم ببرم یا نه، ولی خب بذارید پیدا بکنم اینو. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بعد این البته به فارسی هست ولی یه مقدار لغت های چیزی هم مصرف شده توش، من رو ببخشید. برجواها، برجواها فکر میکنم اینو درست نمیدونم، افرادی هستن که صاحب ملک و املاک این حرفا هستن، به اینا میگن برجوا. از سربازان پیاده نظام آنها که مقابل سفارت فرانسه در ایران مجددا شمع رو روشن کرده اند گرفته تا پاپ و اوباما و بقیه دار و دسته و حامیان اشغالی کشورهای اشک ریزان از فاجعه پاریس صحبت میکنند. خب اینو من یه بار دیگه بخونم چون خودم درست نمیفهمم. برجواها از سربازان پیاده نظام آنها که مقابل سفارت فرانسه در ایران مجددا شمع روشن کردن گرفته تا پاپ و اوباما و بقیه دار و دسته و حامیان اشغال کشورها اشریزان از فاجعه پاریس صحبت میکنن. تا اونجا که فهمیدم این هستش که بله این فاجعه‌ای که در اروپا افتاده در پاریس افتاده، خیلی ها تحت تاثیر قرار گرفتن، حتی در تهران در مقابل سفارت فرانسه یه دفعه رفتن شمع روشن کردن و این شخص اونها رو برجواها از سربازان پیاده نظام داره صحبت میکنه. و حتی پوپ اعظم که رهبر کاتولیک های دنیا هست اون هم این کار و اوباما هم همینطور و همه اینها حامیان اشغال کشورهای اشریزان از فاجعه پاریس صحبت میکنن. بله از فاجعه پاریس همه دارن میگن که آی وای بیرا چطور شده. خب نگاری تا به حال دنیا در صلح و آرامش و خوشی بوده، میشه فکر میکنی که مثل که تا حالا دنیا خب یه چه قشنگ نوشته اینه، یه فکر کن مثل که تا حالا اینا تو دنیای خیلی صلح و صفا داشتن زندگی میکرد که یک کوی چرتشون پریده و یه در اونجا اینطور به خون کشیدن. انگار که همه روز نه کشداری میشه نه انفجاری رخ میده، نه کشوری اشغال میشه نه آوارهی وجود داره. خب جریان پاریس فقط یک ساعت از زندگی همه روز مردمی است که از بعد از خود زنی
11 سپتامبر تو امریکا برای اجرای برنامه فلان تصرف منطقه گذاشته. خب اینا رو من نمیدونم. خودزنی البته اون تئوری هستش که این فاجعه‌ای که در نیویورک انجام شد و اون دوتا برج ها افتادن، این یه نقشه ای بودش که از داخل یا از جایی تهیه شده بود با دانستن یه عده‌ای که این کار انجام بشه و این کار ساده‌ای هم نبود. همینطور که باز دوباره بیان این چیزی که در فرانسه اتفاق افتاده یه کار ساده ای نیست. چطور امکان داره در 10 جای مختلف یکویی هم چیزی بشه، همزمان همین کار بکنن، این طور بشه اون طور بشه؟ این حتما از قبل هم این طور بوده، قذب اون طور بوده. شما میدونید ما چقدر پول داریم میدیم از لحاظ مالیاتمون به دولت امریکا برای حفاظت ما، برای اینکه امنیت ما رو حفظ بکنن؟ میدونید چقدر شرکت های ریز و پیزه و کوچولو کوچولو در اومده که یه گوشه قضیه رو گرفته؟ میلیاردها دلار دارن پول مجانی میگیرن میذارن تو جیبشون، بعدم میگن بله ما انقدر خوب کار کردیم که هیچ چیزی نشده و هزارها چیزم بوده دستیسه بوده که از بین رفته، فلان کردم به ما کردم. این شخص هم داره میره بگه بله که تمام این چیزها یک ساعت بیشتر از زندگی مردمی که در فرانسه بودن این تحت تاثیر قرار داده و واقعا فاجعه خیلی بدی بوده. بقیه چی؟ از زمانی که امریکا به افغانستان حمله کرده، از زمانی که امریکا به عراق حمله کرده، از زمانی که امریکا به لیبی حمله کرده، از زمانی که امریکا خواسته به سوریه حمله کنه جلوش گرفتن، از اون زمان تا حالا چقدر انسان داره کشته میشه؟ حالا ما نمیخوایم بگیم اینا مسلمونن، عربن، شیعه هستن یا سنی هستن یا فلان، اینا انسانن، در اون که ما شکی نداریم. کسی که در انفجار در لبنان کشته میشه میمون که نبوده، آدم بوده. یا 1 میلیون نفر در عراق که کشته شدن، بیشتر از 500,000 نفر در افغانستان کشته شدن، هنوز هم دارن کشته میشن. شما هر روز نگاه کنید 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر، 80 نفر، هر روز اینو جمع بزنید در سال ببینید چقدر میشه. 100 نفر در روز میشه 36,000 نفر میشه. و اینا کجا دارن کشته میشن؟ حالا کشته شدن هیچی، تازه اینا رو هم هول دادن که برید بیرون، سوار قایق شدن تو دریا غرق شدن، اومدن اینور ویکی را نداده. خب اینا مگه آدم نیستن؟ چرا باید یک همچین اتفاقی بیفته که تمام دنیا انزجار خودشو نشون بده و به این کشت و کشتار مستمری که داره انجام میشه هیچ کوچکترین اعتنایی نکنن؟ این سواله، چطور امکان داره؟ این سواله که چطور امکان داره در تمام روز، در تمام این سالها، از سال 2001 تا حالا یا 2003 که این جنگ ها شروع شده، هر روز اینقدر انسان کشته داره میشه؟ حالا ما میگفتیم فرق نمی کنین، عرب باشه، ایرانی باشه، افغانی باشه، عراقی باشه، کرد باشه، سوریه‌ای باشه، لیبیایی باشه، بحرینی باشه، عمانی باشه، یمنی باشه، آخه چرا؟ آخه چرا؟ چی هست پشت این قضیه که اینقدر این افراد دارن کشته میشن؟ و همه اینها هم از کجا هستن؟ از کشورهایی که گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. این افراد از این کشورها هستن. بعدم وقتی که میبینن کمه، اینا رو هول میدن که آقا بیا سوار قایق بشید، هرچی دار و ندار دارن ازش رو میگیرن، هولشون میدن توی دریا. حالا این تونست از اون بر در بیاد، اومد، نتونست جهنم. توی کامیون میذارن میبرن ول میکنن وسط جاده، یه ماه دو ماه بعدش میان کامیون درش رو میکنن، میگه همه گندیدن، حتی نمیتونن بگن این مرد یا زن، دست میگیری میخوای بلند کنی اصلا پا میره. یک جسد اینکه بمونه بیشتر از چند روز اصلا همه چیزش در میاد. شما یه مرغ رو بخرید بندازید توی بیرون، من نپخته ها، یه مرغ همینطوری بذارید بیرون
برای یه مدت بمونه که بگنده اینجاشو بالشو بکنید بکنید اصلا ور میاد. خب انسان هم همونطوره. اون موقع وجدان دنیا کجاست؟ اون موقع وجدان اونهایی که دارن از این بکشمکش ها دارن پول در میاره، اونها وجدانشون کجاست؟ بعد این شخص اینو داره میگه که بله انگار که همه روزه نه کشتاری میشه، نه انفجاری رخ میده، نه کشوری اشغال میشه، نه آوارهی وجود داره. جریان پاریس فقط یک ساعت از زندگی هم مردم بوده بعد از اینکه خودزنی سپتامبر توسط امریکایی برای اجرای برنامه تصرف منطقه به اجرا گذاشته، کشتار میلیون ها مردم و اشغال کشورهای بمب ریختن های مکرر به مجالس عروسی و بیمارستان هیچ انگاشته می شود، اما یک بار جهان مجددن عزادار فاجعه انسانی می شود. دروغ و تزویر تا چه حد؟ میذارن میگن ببخشید ما اشتباه کردیم. آخه بابا من باشم این کارو بکنم عذر من موجهه؟ من چیزی نمیدونم. شما دارید میگید اولی پرنده از قفسش در بیاد، ما رنگ چشش رو میدونیم چه رنگیه، پس چطوری میری یه جایی که عروسی دارن میکنن میزنی؟ چطوری میری اون جایی که دارن بیمارستان یا فلان میزنی؟ سر صدای کسی هم در نمیاد. تا هم میخواد در بیاد چنان خفقان را میندازی توی رسانه ها که خب مردمم بابا مشغولن دیگه، از صبح میخواد بره دنبال کار، میخواد این بر دیگه. اصلا من نمیخوام بدونم چی داره میشه، اصلا نمیخوام بفهمم، بس دیگه. مردم دیگه این اصلا چه حس نداره، بی‌حس شده، وجدانشون حسش از بین رفته، بی‌حس شدن. مگر اینکه از لحاظ سیاسی درست باشه، بله یه نفر یه دانشگاهی در اوهایو، نه در میزوری بوده، مثل که یه جایی بوده هفته پیش بود یه هفته قبل از اون میزوری بود مثل که دور بله میزوری بود که یک رئیس دانشگاهی از خودش زیاد حساسیت اجتماعی نشون نداده و یه دست سیاه‌پوستای امریکایی اونجا ناراحت شدن، گفتن آقا درست نیست و بده برو. اونم گفت به من بگید برو چیجی برو. اینا گفتن خیلی خوب. از یه طریقی رفتن تیم فوتبالی که بیشتر همه سیاه‌پوست هستن و بعدا با اونا صحبت کردن، گفتن خیلی خوب، ما از شما خواهش میکنیم که اعتصاب بکنید و برای این دانشگاه بازی نکنید. و تیم فوتبال هم گفته خیلی خوب. بعدم رئیس اون تیم مربی اون تیم رو رفتم دیدن، اونم گفته خیلی خوب. بعد رفتن رئیس کل اون مجموعه ورزشی رو دیدن، اونم گفته خیلی خوب. بعد هوا پس شده، رئیس دانشگاه مجبور شده استعفا بده. اسمشون هم برید ببینید، این خیلی مهمه، ببین چه کسانی هستن اینا. به غیر از رئیس دانشگاه رئیس کل بالاتر از این رئیس دانشگاه اونم استعفا داده و رفته. حالا در لبنان بمب‌گذاری شد، رسانه های غرب خیلی مختصر چیزایی گفتن، آره اینا شیعه های حزب الله هن و یکی اومده اینجا چیزی کرده و رفته و فلان فلان. این اتفاق در فرانسه افتاد، اینا که گفت اجداد بیداد، ما اگر فقط اینجا رو بگیم بس اونجا چی میشه؟ یعنی یه ذره اینا به خودشون تکون خوردن کنن، بله این فاجعه ای هست که اینجا شده اونجا شده فلان شده بهمان شده این ور هست و اون ور هست. بعدم آقای اوباما امروز خیلی خیلی ساده گفتن که بله ما چطور میتونیم جلوی اون کسی که از جونش گذشته بگیریم؟ این میاد صدها نفر رو میکشه، برم خودش کشته میشه، بعد هیچ کس سوال میکنه آقای اوباما این چطور شد که از جون خودش گذشته؟ به این چی کار کردید که از جون خودش گذشته؟ دیوانه است؟ دکترش ببرید. بهش چه کردید که از جان خود گذشته؟ اون یه چیزی بود که
میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. این مور هم نیست، انسانه. این مور نیست، انسانه. ما شعر داریم میگیم یه مور لر نیازار، برای اینکه خب ما تو طبیعت ما، در سنت ما، در تربیت ما و روش زندگی ما، ما هیچ وقت زورگو نبودیم که زورمون به یکی بشه. حتی به این مورچه میگه مورچه هم کاری نداشته باش که اون جان دارد و جان شیرین خوش است. ببین من کدوم شاعر گفته، یا فردوسی بوده یا سعدی بوده، حافظ نبوده اینقدر میدونم، ولی ممکنه سعدی بوده باشه. یعنی ببین اجتماع ما رو ببین، اجتماع اینجا رو ببین. یارو یه وقت که زدیش مطمئن باش در ازداد کنه گراف، وقتی زدیش چنان بزن که نتونه بلند شه. سبحان الله، چرا اول باید بزنیش که اون نتونه بلند شه؟ وحشی وحشی وحشی. و یه ادام دارن تو این راه میفتن، یه هورا میکشن. بله اینا دارن برای انتخابات خودشونو دارن آماده میکنن. آقای ترامپ هست، ما امیدواریم ایشون برنده بشه، استغفر الله و تو بله. یا خانم کلینتون از حالا دارن چنان هارت و پورتی میکنن بدون اینکه خجالت بکشن. یه دنیا از ما میترسه، هر کار بخوایم بکنیم میکنیم. و در مقابل اون امروز چی شد؟ آقای اولان که رئیس جمهور فرانسه باشن، در اون کاخ بزرگ ولیس هست، چی هست، ورسای هست، کجا هست، توی پاریس سخنرانی کردن به مجلسشون، مجلس که همه نماینده ها اومده بودن صحبت کردن و گفتن که بله این تو بمیری دیگه اون تو بمیری نیست. ما با تمام قوا در تمام سطح وارد جنگ و وارد عرصه جنگ خواهیم شد، با تمام قوایی که داریم و با تمام افرادی که با ما در این جهت میخوان همکاری کنن. بعد است برد دونه بدونه و گفت با ایران، با روسیه، با لبنان، حزب الله هم نمی گفت یا نگفت، ولی خب گفت ما با تمام اینها همکاری خواهیم کرد که بتونیم شر این وحشی ها رو از سرمون کم بکنیم. و اینجا هستش که چرا اینطوری شده. این سوال عصره. حالا دیگه کی اینو جواب خواهد داد؟ بله. بعد میگه هیچ انگاشته می شود که اما یک بار جهان مجددن عزادار فاجعه انسانی می شود. دروغ و تدریج تا چه؟ دنیایی که همه اصل آن بر مبنای سود و سرمایه است. دست اوکی. دنیایی که همه اصل آن بر مبنای سود و سرمایه است، تعجبی نیست که خون انسان ها نیز ارزش های متوافقی دارد. ولی خون غربی ها باید ارزش بسیار بیشتری داشته باشد تا خون ملت های دیگر. خب این چیز تازه نیستش. استثمار جهانی قدم های بزرگی برداشته در آفریقا، در آسیا. کشور ما هم جزو استثمار شده ها بوده. هندوستان با اونجا 500-700 میلیون جمعیت قبلش که حالا 1.2 میلیارد شده، اینا همه تحت استثمار بوده. و ما داستانی میدونیم که این واقعا داستان حقیقی هم هست، نه که داستانی خودمون درست کرده باشیم. یک زمانی یک انگلیسی در تهران یه صدمه‌ای به شخصی میزنه، مثل که بعد این شخص مثل که یکی از این گاریچی ها بوده، که گاری هم اون زمان که مال 70 سال پیش باشه، یه شخصی یه چیزی بود تو چرخ داشت، دوتا اینطوری داشت زیر بغلش میکشید، اینطوری اینطوری باری چیزی میذاشت میبرد از یه جا به یه جا. و این بنده خدا داشته این کار میکرده. حالا چطوری تصادف شده؟ چطور شده؟ یا ماشین زده یا یکی دیگه زده فلان، یه انگلیسی اینو کشته. و طبق معمول انگلیس ها میگن ما قانون جزء چیزها هستش، قانون باید اجرا بشه. خلاصه رفتن دادگاه و بعد از یه مدت فلانی حرفو رفتن دادگاه و ورثه این بنده خدایی که گاری میکشیده اومده و اون آقا اومده جا اومده به قاضی گفتی که جناب قاضی من حاضرم پول خونه این
گاریچی رو بدم طبق قوانین اسلام و طبق قوانین ما هم همینطور هست که ما پول خونش رو بدیم. بعد گفته بله من حالا ثابت میکنم که پول خون چقدر هست. خب هم گوش دارم میکنن دیگه. اون موقع هم که دیگه چیزی نبوده این بنده خدا وکیلی چیزی داشته باشن. یارو انگلیسی میاد هر حرفی میزنه همه میان بله شما را راست میگیری. از خودشون که چیزن نوکرها بودن اون موقع همه نوکر بودن. انگلیسی ها میگه که بله این گاری رو یه شخص داشته میبرده. خب یه عکس دیگه نشون میده که یه گاری رو دوتا الاغ دارن میکشن. بعد این میگه این شخص قیمتش به اندازه این دوتا الاغه یا یه الاغ ببخشید یه الاغ این دوتا رو اشتباه کردم. یعنی اینقدر آدم ناراحت میشه داستانم یادش میره. میگه آقا این شخص داره یک دونه گاری میکشه این الاغ هم داره یک گاری میکشه هر دوشون یک کار دارن انجام میدن پس قیمت این شخص با این الاغ مساوی. الاغ 20 تومن قیمته ما 20 تومن میدیم به. حالا اینی که اینجا داره میگه مگر خون غربی ها باید ارزش بسیار داشته باشن تا خون ملت‌هایی خب البته که داره برای اینکه ما انقدر احمق هستیم انقدر بی اطلاع هستیم کسی هم نیست که دفاع کنه چرا میریم برای اون زمان مگه همینا نبودن که زدن یه هواپیمای مسافری ایران هوای از بین ایران و دبی میرفته قطر میرفته جایی میرفته در خلیج فارس زدن انداختن 295 نفر کشتن زمان آقای ریگان هم بود همون زمانی بود که نیروی دریایی امریکا در یه روز نیروی دریایی ایران رو از بین برد به غیر از یه قایقشون همه رو از بین بردن دولت ایران اون موقع در جنگ بود با تمام دنیا اومده بودن که جمهوری اسلامی ایران رو از بین ببرن اجازه ندن این یک ارمغان پاینده و نورانی به تمام دنیا برسه میخواستن این رو همونجا خفش کنن بعد وقتی که ایران اعتراض کرد آقای ریگان گفت ببین ممکنه اشتباهی شده باشه ولی ما چیز به گردن نمیگیریم که اشتباه شده ولی حاضریم دو لغت داریم reparation یا یه چیز دیگه اینا بدونید که امریکا با لغت بازی میکنه reparation یعنی یک چیز اتفاق افتاده ما خسارت باید بدیم خسارت یه چیزی هست نه یه خبری شده ما یه اعانه میخواییم بدیم این دوتا لغت اینطوریه یکی خسارت یکی اعانه گفتن بله ما اینجا چیز شده ما اعانه میدیم برای هر کسی که اونجا فوت کرده نم 3000 دلار 5000 دلار ده یه هم چیزایی گفته بودن و ملت با غیرت ایران قبول نکردن چرا؟ همزمان با همون یکی از این کشتی های جنگی امریکا به وسیله یکی از این موشک های عراقی ها اصابت کرد 35 نفر کشته شدن اینا بر هر نفر خودشون 1,000,000 دلار گرفتن از عراق 35,000,000 دلار گرفتن در همون خلیج فارس بعد برای 295 نفر ایرانی 10,000 دلار میخواستن نفری بدن 10,000 دلار برای 250 تا میشه 2,500,000 فکر میکنن ولی برای خودشون 1,000,000 دلار برای نفری میخواستن یعنی چی؟ وقتی که حرف نزنی سرتو بندازی پایین اینطوری که کردی پس کردنی دنبالش باید سرتو بالا کنی از حد خودتون باید دفاع بکنید اگر حق رو پیدا کردید ازش باید دفاع بکنید حق دادنی نیست حق گرفتنیه این کار رو بکنید یا اینکه یه آقایی به نام معمر قدافی یه هواپیما از یه جایی داشته رد میشد و فلانه اون در یه جایی در اروپا ایرلند شمالی یه جایی به نام لاکربی اونجا افتاده پایین
و اینها برای هر یک از افراد اون 100 میلیون دلار گرفتن یا 10 میلیون، ببخشید 10 میلیون دلار گرفتن، که برای هر نفر، هر سرنشینی که اونجا مخفوت شد یا کشته شد، مقتول شد، 10 میلیون دلار گرفتن. ولی برای ایران یه انگلیسی 20 تومن داد، 20 تا یه تومنی، اونم قیمت اون علاقه بوده، اگه علاقه ارزو بود از اون کمتر میداده. هیچ کس هم نگفت بهش آقا این آدمه، این رو با علاقه داری و چیز میکنی. یعنی تمام صحبت ها سر اینه، اینا که نمیدونن، صحبت سر اینه، این که نمیدونه بارش کن. متاسفانه، متاسفانه یه عده در داخل کشور بالاخره اینها هم حسابشون درست نیست و برای خاطر اینکه بتونن توی جایی بمونن مجبورن نوکری بکنن و این نوکرها هم همه شناختن و بالاخره در زباله‌دانی تاریخ اینا همه ریخته خواهند شد. الحمدلله. بله یک لحظه به من فرصت بدید من یه چیزی ببینم. نه تو نیست. بله اینم از اینش که دنیایی که همه اصل آن بر مبدای سود و سرمایه است، تعجبی نیست که خون انسان ها نیست ارزش های متوالی داره و خون غربی ها باید ارزش بسیار بیشتر باشه. بله. در ضمن هر سال در یک مقطع زمانی، حالا نمیدونم بهار یا پاییز یا زمستانه، در یه جایی به نام داووس، فکر میکنم در سوئیس باشه، یه عده جمع میشن. این عده که جمع میشن اونجا همه از طبقات متنفذ و از طبقاتی پولداری هستند که حرفی برای زدن دارن و در این جلسات این حرفاشون رو میزنن و در انتهای این جلسات یه تصمیم هایی گرفته میشه. این شخص رو، این کنفرانس رو چندین سال پیش، 5 ساله فکر میکنم یا گفت 10 سال، یه شخصی به نام کلاوس شواب، اینو میتونید بنویسید، کلاوس شواب، کلاوس هم با K شروع میشه، کلاوس K-L-O-U-S-E شواب C-H S-C-H ببخشید S-C-H-O-W-B هم چیزی شواب. این در یه برنامه با آقای چارلی رو صحبت میکرد و با یک لحجه خیلی فرق کرده صحبت میکرد، انگلیسی صحبت میکرد. ولی نقطه ای که خیلی خیلی جالب بود و همه امکانن بتونید ببینید اینو و توجه بفرمایید، چشمای این شخص بود. چشمای این شخص توش اصلا کوچکترین نور محبت توش نبود، یک حالتی بود این چشما، اگر نگاه میکردید موی تنش رو سیخ وای میساد که عیداد و بیداد این از کجا اومده. ولی این شخص میزبان بزرگان جهان هست، اونهایی که میلیاردها دلار پول دارن، میرن اونجا برای یه هفته صحبت هایی میکنن و نقشه سال بعد اونجا کشیده میشه که چی کار بکنن. حالا شما از صبح تا شب بدو، برای چی داری میدوی؟ یک قرون گیرت بیاد و بذاری رو میز و بتونی بخوری. و اون شعری هم داشتیم که چرخ و فلان در کارم تا تو نانی به در قفلت بخوری، اونم یه شعری بودش که و اون زمان ها ما میخوندیم و انشالله خیر باشه. اجازه بدید ما ببینیم تو چی داریم. الله اکبر. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. اجازه. الحمدلله. یه شخصی به ما زنگ زده بودن، من ازشون خواهش کردم که بعدا تشریف بیارن، مثل این که نتونستن. بذارید شمارهشون رو من اینجا بنویسم، زنگ بزنم، بلکه ایشون سرشون شروع شده و نتونستن. Thank you.
بله ببخشید. کجا رفت؟ بله من فکر میکنم این دوست عزیز در کالیفرنیا زندگی میکنن، مطمئن نیستم، میپرسم ازشون، اگر تلفن رو برداشتن میپرسم ازشون. سلام، سلامت کردم، روزتون بخیر. سلامت باشید انشالله. ما یه چند دقیقه به انتهای برنامه مون مونده، همونطور که قول داده بودم خواهش میکنم فرمایشاتون رو بفرمایید. خواهش میکنم زمین تشکر شما و زحماتتون. مورد خاصی که میخواستم در موردش صحبت بکنیم از این بود که امسال خیلی قوی و محکم گرفته داره میشه و با این تدارکاتی که جمهوری اسلامی دیده از این فکر کنم یه لوگوی بشه برای عربای عربستان و بدونم که ما میتونیم این مراسم خیلی با شکوه انجام بدیم و حضور دو میلیون هموطن تو اون صحنه نجف و کربلا و این مراسمی که اینا میخوام انجام بدم و پیاده روی رو میخوام بکنم و خیلی باید غروب خوشحال شدم این خبر امسال شنیدم که اینجوری برگزار میشه و هم عراق متحول میشه از این طوری، هم عربستان یه داره متلبه میشه از این داستان مردم که به وجود اومد و این همه اتفاقاتی که از طرف هموطنهای ما اومد که هنوز 15 نفر مفقودالاثر هست. درسته، بله. من میخوام ازتون سوال کنم اربعین چه روزی خواهد بود به تاریخ امریکا؟ به تاریخ امریکا پنجمی میشه. کی؟ آه 24 نوامبر. چون من هلال ماه و دو روز پیش دیدم. بله من دیشب دیدم. خب شما دیشب دیدید، چون بیستم ماه سفره، درسته اربعین؟ بله بله بیستم ماه سفر میشه. یعنی از امروز 20 روز دیگه تقریبا میشه 34 روم، میشه مثلا سوم دسامبر، نمیدونم ها. حتی خدمت پنجشنبه پنجشنبه هفته آینده یک هفته بعد از پنجشنبه خیر باشه انشالله، خیر باشه انشالله. انشالله حرفت بسیار خوبی بود، انشالله که بکنم دیده عزتان خود پیش کنه و مشکل پیش نیاد. این اتفاقی که معظم کردن بیشتره بود. صحیح صحیح. ما سال پیش شنیدیم در حدود 6 میلیون یا 10 میلیون نفر رفته بودن. نه نه از تمام، تنها از ایران نمیرن، از تمام نقاط مختلف میان. ایران امسال بسیار سنگین برگزار کردن به این صورت که تمام اتوبوس های مرز ایران پس میکنن داخل خاک عراق میشن و حدود 5000 در کل اتوبوس کردن بیشتر. صحیح. این مراسم بخواهی راحت نده دو جوری بکنه، مراسم حج بخواهی مرتب باشه، مردم در رفعه باشن، حیات باید خوب باشه، امنیت باشه، از همین مهمتر امنیت. بله درسته. بله ما تو بله ما در برنامه گفته بودیم که سفر به حج یکی از واجبات دین اسلام هست و هر مسلمونی اقلن یک بار باید بره مثلا حج ببینه. بعد اگر ما 1.8 میلیارد مسلمان در دنیا داریم، 10% میشه 180 میلیون، 1% میشه 18 میلیون. پس بنابراین 1% خیلی کوچیکی رو اگر حساب بکنید، اینها هر سال باید بتونن برن حج، ولی تمام محدودیت هایی رو که ایجاد میکنن، تمام این ندانم کاری هایی که انجام میشه در اونجا، اینو هی محدودش میکنن به 2 میلیون یا 3 میلیون.
و ایران داره نشون میده که همچین نمیخواد باشه. ما در یه محلی که به نام کربلا هست یا در نجف هست، شما میتونید 10 میلیون جمعیت بتونید بیارید و ببرید، در یه هفته مهماندار باشید و آب از آب تکون نخوره. ولی خب ما امیدواریم که شما در کالیفرنیا هستید درسته؟ بله. هر سال در روز اول سال مسیحی که بهش میگن شب ژانویه، یه جایی در شهر نیویورک هست به نام محل وقت، میدان وقت، تایم سکوئر. در اون تایم سکوئر یا میدان وقت از اون بالا یه توپی میاد پایین که درست اون موقعی که آخرین ثانیه های سال پیش تموم میشه، این توپ پایین میاد و همه جشن میگیرن. از تمام نقاط آمریکا و بعضی وقت از جای دنیا میان. من یکی دو بار رفتم اونجا سالهایی که من خیلی جوون بودم و اونجا اینا چنان قشنگ از مردمی که می اومدن اینجا بیان و برن خیلی قشنگ اداره می کردن. یعنی شما اگه از خیابون یک میایی، از خیابون دو باید بری، نمیتونی برگردی از این بر بیایی. چنان حصار بندی میکنن و پلیس و این حرفا هم هستش که راه نشون بده، و اگر شما کوچکترین تقلفی از خودت نشون بدی 20 تا پلیس میریزه سره. اینه که مردم خب شما هم دیدین یعنی این ازدحام کنترل ازدحامه و اینو بهترین وجه اینا انجام میدن. و ما امیدواریم که اونهایی هم که در دنیای اسلام هستن بتونن یاد بگیرن. و وقت ما تموم شد، شما تشریف نیاوردید زودتر، ولی تشکر میکنم باز از حضور شما تا هفته آینده. تشکر، مرسی جانم، همچنین مرحمت عالی زیاد. خب دوستان، برنامه ما تموم شد، گفتنی زیاد داریم، انشالله تا هفته آینده اجازه بفرمایید باز خدمتتون میرسیم. تشکر زیاد از حضور شما. I'm